مریم جون خسته نباشی، خودتو معرفی کن و برامون از تجربه امروزت بگو. با عرض سلام خدمت همه هموطنان عزیز، اسم من مریم، ساکن شهر تورنتو هستم. تجربه امروز تجربه جالبی بود برای من. با همه گروه پرژین بیوتی اواردز آشنا شدم، با دختر زیبای ایرانی آشنا شدم. تجربه خوبی بود، همه خسته شدیم ولی خیلی روز خوب و فراموش نشدنی بود برای ما. فراموش نشدنی بود، خسته هم نباشی، امیدوارم که شانس خوبی رو داشته باشی برای برنده شدن. خیلی ممنون، متشکرم. یکی دیگه از کاندیداهای شرکت در مسابقه ملکه زیبایی ایران خانم مریم هستن که من افتخار اینو دارم که باهاشون مصاحبه رو انجام بدم. مریم جان سلام. سلام. خوبی؟ خیلی ممنون. چرا میخندی؟ من همیشه میخندم. خوشخنده هستی و خوشرو هستی. خیلی ممنون از اینکه امشب با من و این مسابقه رو با هم انجام میدیم. میتونی کمی بیشتر از خودت توضیح بدی، بیشتر از اون چیزی که تو پروفایلت نوشتی، تا بیننده ها آشنایی بیشتری با تو داشته باشن؟ من متولد شهر اصفهان هستم. آبان 57 به دنیا اومدم. وقتی که در سال 2000 به کشور بلژیک مهاجرت کردم برای ادامه تحصیل در رشته بایومدیکال ساینسز یا همون رشته های علوم طبیعی، لیسانس هم رو گرفتم و در رشته مدیکال جنتیکس فوق لیسانس هم رو گرفتم. دانشگاهی که تو شرکت کردم دانشگاه هلندی زبان بود، برای همین یه کورس 8 ماهه فشرده برای ما اولش گذاشتن که زبان یاد بگیریم و تمام دوره تحصیلم به زبان هلندی انجام شده و انگلیسی. چون تو کشور بلژیک بودم با زبان فرانسه هم آشنایی دارم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه تمرین زیاد نکردم فراموش کردم. ولی زبان هلندی رو میتونم به خوبی صحبت کنم. با زبانه اسپانیایی هم آشنایی دارم و آلمانی. در سال 2006 به کانادا مهاجرت کردم. بعد از حدود 2 ماه مشغول به کار شدم در بیمارستان بچه ها، هاسپیتال فور سیک چیلدرن، به عنوان تکنیشن آزمایشگاه. و بعد از اون رفتم دانشگاه مکمستر، یک دوره دیپلوما گذروندم برای کلینیکال ریسرچ کوردینیتور که برای امور تحقیقاتی که با کلینیک در ارتباطه. و بعد از اون چون خیلی به این کار علاقه داشتم، به خاطر اینکه خیلی ارتباط مستقیم با بیمارا داری، بیشتر توی در حالتی توی بهبود بیمارا مؤثر میتونی باشی با کار تحقیقاتی. و برای همین شغلم رو عوض کردم در بیمارستان پرنسس مارگریت هاسپیتال. از سال 2008 اونجا هستم و بیشتر کارهای کلینیکال ترایل که کارهای مثلا تحقیقاتی که با مریضای بیماران سرطانی سر و کار داره، بیشتر بیماران سرطانی سر و گردن و یا ریه. و خیلی خیلی کارم رو دوست دارم. خب خیلی خوشحالم واقعا به عنوان یه خانم تحصیل کرده هم در اروپا هم در کانادا. تفاوت زندگی یک دختر ایرانی توی این سه تا جامعه ای که زندگی کردی چیه بین یه دختر تو زمانی که ایران بودی، اروپا و کانادا؟ خیلی متفاوته. زمانی که ایران بودم، خب دوران کودکی و نوجوانی رو در ایران گذروندم، اصلا قابل مقایسه نیست. در خانواده‌ای بودم که خانواده‌ام خیلی سنتی بودن و ولی براشون تحصیلات خیلی مهم بود، یعنی فقط فوکوسشون روی تحصیلات بچه هاشون بود. و ولی خب خیلی از جهات دیگه آزادی هایی که مثلا دخترایی که اینجا هستن و دارن و نداشتیم، ولی باید فوکوسمون رو بذاشتیم رو درس خوندن. و ایران خیلی محیط بسته بود برای خانم ایرانی، همونجور که همه میدونین محیطی نبودش که من بتونم به اون آرزوهایی که میخوام
دست پیدا کنم متاسفانه. برای همین وقتی که اومدم اروپا از این موقعیت استفاده کردم، سعی کردم خودم رو پیشرفت بدم، زبانه دیگه یاد بگیرم، فرهنگ جدید یاد بگیرم. اروپا فرهنگش یکم متفاوته با کانادا، ولی ایرانی که اونجا هستن هنوز هم همون ایرانی های خوبی هستن که اینجا هستن. بهترین دوستایی که پیدا کردم همون ایرانی ها هستن که در اروپا بودن و در کانادا هستن، همیشه همون آدم های خوبی که بودن، ولی همه موفقن در اروپا همونجور که در کانادا هستن. و در کانادا خیلی فرصت های بهتر و طلایی تری میتونم بگم که هست در مقایسه با اروپا برای جامعه ایرانی، به خاطر اینکه جامعه ایرانی خیلی اینجا فعالتره، خیلی بزرگتره، خیلی به هم بیشتر کمک میکنن و مثبت‌تره، زیاد در مسائل جانبی درگیر نمیشن، بیشتر فوکوسشون رو میذارن روی اون کاری که باید انجام بشه. و من فکر میکنم اینجا ایرانی ها خیلی موفق هستن و خیلی باعث افتخارم. دقیقا همینطور که میگی. چی شد تصمیم گرفتی توی این مسابقه شرکت کنی؟ دلایل مختلفی داشت. اولین دلیل این که من از دوران نوجوانی همیشه دوست داشتم که توی این مراسم‌ها اینجوری شرکت کنم، به خاطر محیط بسته ایران هیچ وقت ما این موقعیت رو نداشتیم که توی همچین مسابقه شرکت کنیم. یکی از دلایل اصلیم که الان میخوام شرکت کنم توی مسابقه اینه که فکر میکنم همه ما ایرانی ها باید به نوعی نشون بدیم به جامعه ایرانی و همچنین به جامعه خارج از ایرانی که ما میتونیم تو رشته های مختلف تو موقعیت های مختلف موفق باشیم و میتونیم سهمی داشته باشیم. فقط توی یک گروه شغلی نیستیم که فقط موفقیم، یا فقط موفقیت ما جمع‌آوری ثروت نیست، یا ما تو رشته‌های مختلف تو زمینه‌های مختلف همه به مراتب بالا رسیدیم، ولی متاسفانه این صداش نبوده که به گوش همه برسه و این الان یه دقیقه تریبون هستش برای همه ما از جمله من که معرفی کنیم خودمونو به جهان و معرفی کنیم خودمونو به ایرانی‌های دیگه. و فکر می‌کنم باعث افتخار شرکت کردن در این مسابقه و من واقعا خوشحالم که توی مسابقه شرکت میکنم. فکر میکنی چقدر اهمیت داره برگزاری چنین مسابقاتی خصوصا برای خانم‌های ایرانی؟ من فکر میکنم خیلی مهمه، به خاطر اینکه به دلایل مختلف، یکیش اعتماد به نفس زیاد به خانم‌های ایرانی میده، گرچه خانم‌های ایرانی به نظر من اعتماد به نفس بالایی دارن، ولی میتونن خودشونو بیشتر نشون بدن تو زمینه‌های مختلف. همچنین میتونن زیبایی‌های ظاهریشون هم به نمایش بذارن و میتونه فرصت‌های شغلی یا فرصت‌های تحصیلی بیشتر براشون در آینده فراهم کنه و به نظر من خیلی فرصت طلاییه و من خوشحالم که این افتخار دارم. با توجه به سنم شاید امسال آخرین سالی باشه که اجازه دارم توی این مسابقه شرکت کنم. امیدوارم که موفق باشی توی این مسابقه مثل سایر مراحل زندگیت که موفق بودی. اگر تو به عنوان ملکه زیبایی انتخاب بشی چه تغییری تو زندگیت ایجاد میشه؟ من خیلی روی این موضوع فکر کردم که اگر یه زمانی بتونم به این مقام دست پیدا کنم اولین کاری که میکنم چیه؟ اولین کاری که میکنم میخوام فوکوسم رو بذارم روی کمک به بچه های که تحت شرایط روحی بد هستن در ایران، بچه های ایرانی در ایران و در کانادا و همچنین خانومایی که تحت شرایط روحی بد هستن. چون فکر میکنم وقتی که یک کودک در میتونه چقدر موثر باشه که این کودک اگر که از نظر روحی روانی یک کودک سالم بار بیاد، در نوجوانی، در جوانی و حتی در سن بالا میتونه یه آدم موفق باشه. و من فکر میکنم من فوکوسم رو خواهم گذاشت روی بچه ها، چون واقعا عاشق بچه هام و خیلی شخصیتی که خیلی دوست دارم نگهداری کنم از بقیه. با توجه به اینکه کارم تو بیمارستانه، همیشه از این کار که آدمایی که ناتوانن یا آدمایی که احتیاج به کمک دارن رو خیلی دوست دارم بهشون کمک کنم و امیدوارم که بتونم
سهمی داشته باشم. منم امیدوارم. کمی از علاقت به همون بگو. علاقه مختلفی دارم، به موزیک علاقه‌مندم. در حد کمی حدود یک سال پیش شروع کردم به یادگیری پیانو، ولی هنوز کامل نشده. ورزش خیلی میکنم، مرتب ورزش مختلف، دویدن یا از تناسب اندام یا هرچی. در نوجوانی خیلی بسکتبال و بدمینتون تو تیمای مختلف بودم. در دبیرستان توی تیم بسکتبالمون بودم. و علاقه دیگه رقصیدن رو خیلی دوست دارم. ما ایرانی ها همه عاشق رقصیدن هستیم و در مهمونی های ایرانی اگر چیز باشه، ولی الان خیلی بیشتر فوکوسم رو گذاشتم روی شغلم و اینکه بتونم خودم رو ارتقا بدم تو شغلی که هستم الان. اهل مطالعه هستی؟ بله، کتاب میخونم، هم انگلیسی هم فارسی هم هلندی. موضوعات مختلف، میتونه رمان باشه، میتونه اجتماعی باشه، موضوعات مختلف، همه چی علاقه مندم. به عنوان یه دختر موفق توی جامعه کانادایی، یه دختر ایرانی موفق، فکر میکنی چه عواملی باعث شد که تو انقدر توی شغلت موفق باشی؟ فکر میکنم که خیلی، من همیشه اعتقادم این بوده که ما ایرانی ها باید نشون بدیم که میتونیم موفق باشیم تو هر شغلی که هستیم. هیچ فرقی نمیکنه چه شغلی هستیم، ولی تو هر چی که هستیم. و من به سهم خودم میخوام که آدم موفق باشم تو شغلم و نشون بدم. و خوشبختانه دیده همه نسبت به ایرانی ها خیلی مثبته اینجا. تو چیکار کردی که موفق شدی؟ من خب اولین در اولویت من همیشه تحصیلات بودن، چون توی خانواده بزرگ شدن که درس خوندن. فکر میکنم موفقیت آدم خیلی به ارتباط اجتماعیش بستگی داره. ارتباط اجتماعی سر کردن، همیشه با همه خوب نگه دارم، با همکارام، با مریضام، با همه کسایی که باشون در ارتباط هم در محیط کاری، و همین باعث موفقیت هم شده در کار. اوکی. فکر میکنی اگر این شغل رو نداشتی چه شغل دیگه ای رو ترجیح میدادی بری؟ پرستاری. پس کلا تو بحث سلامت دوست داری و یکی از اهدافم اینه که در آینده، شاید در آینده نزدیک، رشته پرستاری رو ادامه بدم. با توجه به اینکه بعضی از درسایی که خوندم مشترک بوده با پرستاری، فکر میکنم شاید 2 سال دیگه احتیاج بشه که برم دانشگاه که مدرک پرستاری رو بگیرم. چرا لحشه اصفهانی نداری؟ نمیدونم، همه این سوال رو میپرسن از من. مادرم مال تهرانم. نمیدونم این باعث شده که من و خواهرم به زبان مادری صحبت میکنیم. به زبان مادریش هم صحبت میکنیم. لحشه اصفهانی ندارم متاسفانه باید بگم، چون پدرم لحشه اصفهانی دارم و خانواده پدری و باید روش کار کنیم. و در شهر اصفهان بزرگ شدم ولی لحشه زیاد ندارم. چه فیلم هایی میبینیم؟ فیلم های مختلف، اجتماعی و فیلم های رومانس. میشه یکی دو تاشو اسم ببری؟ آخرین فیلمی که دیدم فیلم The Great Gatsby بودش که لئوناردو دیکاپریو بازی کرده بود. از فیلم های ایرانی منتظر فیلم جدید ایرانی هستم که بیادش تو بازی، The Patient Stone، سنگ صبور، که دو منتظرم که بیادش روی دیویدی بتونم ببینم. روی یوتیوب میتونی ببینیش، من دیدم. آره فیلم خوبیه. مرسی. خیلی مرسی مریم، خیلی متشکرم از اینکه امشب با من بودی. خیلی مصاحبه خوبی بود واقعا. خیلی خوشحالم از اینکه انقدر تو رو دختر موفقی میبینم تو همه مراحل زندگی. واقعا باعث افتخار همه جامعه ایرانیه وقتی دخترهایی رو میبینیم مثل تو که انقدر تلاش کردن در همه ابعاد و انقدر مفیدن برای جامعه. ممنونم. مریم جان، 1 دقیقه فرصت داری تا هر حرفی رو که داری با داورای اصلی این مسابقه که مردم هستن بزنی، این تو و این دوربین برنامه ما. با عرض سلام خدمت همه هموطنان عزیزم، فقط یه پیامی رو برای همه شما دارم و اینکه تو هر کاری که هستین، تو هر شغلی که هستین،
هر کاری که انجام میدیم فقط بهترین باشین. ما ایرانی ها میتونیم بهترین باشیم و ما ایرانی ها تو هر چیزی که قدم میذاریم فقط باید بهترین باشیم. همین. ممنونم. مرسی.